17 روز بهمن ماه برابر با 6 فوریه سال 1302 خورشیدی برابر با 1924 میلادی، زادروز جا لیانگ یونگ معروف به لوئیس چا یا جین یونگ، نویسنده چینی که یکی از معروفترین رمان نویس ها و از پایه‌گذاران روزنامه مینگ پاو در هنگ کنگ است. نوشته های جین یونگ به زبان های زیادی از جمله کره‌ای، انگلیسی، ژاپنی، فرانسوی، ویتنامی، اندونزیایی، برمه‌ای و تایلندی ترجمه شده و بسیاری از فیلم ها، سریال های تلویزیونی و بازی های رایانه‌ای بر اساس داستان های او ساخته شدند. نوشته های جین یونگ شامل 14 رمان و یک داستان کوتاه می باشد. سال 1330 خورشیدی برابر با 1952 میلادی، آغاز سلطنت ملکه الیزابت دوم یا الیزابت الکساندرا مری وینسور در انگلستان. الیزابت دوم رئیس حکومت در بریتانیا و 15 کشور دیگری است که وی بر آنها سلطنت می کند. این 15 کشور به عنوان قلمروهای همسود شناخته می شوند. پس از مرگ جورج ششم، الیزابت دوم به مقام ریاست حکومت در پادشاهی متحد کانادا، استرالیا، نیوزلند، سیلان، پاکستان و آفریقای جنوبی رسید. امروز بیش از 128 میلیون نفر در کشورهایی زندگی می کنند که او در صدر حکومت آنان قرار دارد. او مسئولیت فرمانداری عالی کلیسای انگلستان، لوردمان و دوک لنکستر را نیز بر عهده دارد. الیزابت دوم در حال حاضر پس از شاه بامیبول در تایلند طولانی ترین دوره صدارت حکومت در جهان را دارد. الیزابت دوم تاکنون در بریتانیا شاهد فعالیت 11 نخست وزیر بوده است و دیوید کامرون نخست وزیر کنونی بریتانیا 12 نخست وزیری است که در زمان سلطنت او دولت تشکیل داده است. سال 1390 خورشیدی برابر با 2012 میلادی، در گذشت اسفندیار احمدیه، پدر پویانمای ایران که در محله پامنار تهران به دنیا آمد، به نزد استاد علی اصغر پتگر به تعلیم نقاشی پرداخت. وی سپس به هنرستان کمال‌الملک رفت و از حضور بزرگانی چون اسماعیل آشتیانی، محمود اولیا و حسن شیخ بهره گرفت. اسفندیار احمدیه به علت شاگردین، یعنی نزد شاگردان کمال الملک، و نیز به علت همفکری با این جریان مهم نقاشی معاصر ایران در امتداد منطقی مکتب کمال الملک قرار گرفته است. وی در واقع بانی انیمیشن در ایران و پدر پویانمایی ایران محسوب می شود که با ساخت دو فیلم ملا نصرالدین و قمر مصنوعی نام خود را به عنوان بنیانگذار نقاشی متحرک در ایران به ثبت رساند. احمدیه این دو فیلم را با مداد طراحی کرده و به مدت 2 دقیقه به حرکت درآورده بود. کارگردان فیلم قمر مصنوعی پتروس پالیان ارمنی بود. احمدیه در سالهای پایانی دهه 30 و سالهای آغازین دهه 40 آثار زیادی در زمینه نقاشی متحرک به وجود آورد که از آن جمله فیلم اردک حسود، خوشه گندم، خروس بی محل و باد بادک به کجا می روی را می توان نام برد.